شروین هاجیپور پور خواننده بسیار محبوب کشورمون روز گذشته یک توییت ناراحت کننده منتشر کرد که باستاب گسترده ای داشت شروین در این توییت از یک پایان نوشته بود که در ادامه بهش خواهیم پرداخت با نگاهی به زندگی او میتونیم بفهمیم که او همیشه دغدغه اجتماعی داشته و البته از امید صحبت کرده. شروین حاجیپور ده فروردین 1376 در شهر بابلسر مازندران زاده شد و یک خواهر به نام کمند داره. او دارای دیپلم ریاضی و مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه مازندرانه از هشت سالگی در کلاس های موسیقی مختلف آموزش دید و با شرکت در فصل اول برنامه اصر جدید تونست خودش رو به عنوان یک خواننده مطرح کنه او در اصر جدید تا مراحل نهایی بالا اومد و در همون مرحله اول با ترانه شاید بهشت تونست رأی هر چهار داور رو به خودش اختصاص بده آریا عظیم نژاد آهنگساز و داور این برنامه از او به خاطر صدای متفاوتش تقدیر کرد و گفت ما کمتر کسی رو داشتیم که هم آهنگ بسازه هم بخونه و هم ترانه و شعر بگه حامد صفایی کارگردان هنری اصر جدید گفته یادم هست وقتی شروین اجرا داشت صدا و سیما نگران بود که او در آینده درد سرساز خواهد شد خود شروین گفته علاقم به موسیقی زمانی شروع شد که به یک کنسرت موسیقی محلی در شهر بابل رفتم شروین قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه آهنگسازی رو شروع کرد و بعدها به عنوان تنظیم کننده و ترانه سرا هم کار میکرد تا اینکه تصمیم گرفت وارد عرصه خوانندگی هم بشه که بسیار هم مورد تشویق قرار گرفت شروین هنوز ازدواج نکرده و مجرده اما گفته در ترم اول دانشگاه یک رابطه عاشقانه متفاوت رو تجربه کرده خودش گفته حساسیت فکری زیادی روی شخص مورد علاقم داشتم و فکر میکنم این موضوع باعث جداییمون شد بعد از تموم شدن این رابطه شروین آهنگ شاید بهش رو ساخت که برگرفته از این رابطه بود شروین در این مورد گفته ترم یک دانشگاه بودم و ورودی سال 95 دانشگاه مازندران رشته اقتصاد قبول شدم و روز اولی که وارد دانشگاه شدم تو کلاسمون هیچ کسی رو ندیدم که کول cool و باحال باشه اما اون روز آخرین نفری که وارد کلاس شد یه دختری بود که مانتو گشاد پوشیده بود و با دوستش وارد کلاس شد و رفت صندلی آخر و خوابید مدتی بعد در گروه کلاسیمون فهمیدم که اخلاقش فیلم هایی که میبینه و خیلی چیزهای دیگر رو دوست دارم یک بار توی گروه کلاس باهاش علکی بحث کردم و بعدش رفتم پیویش که معذرت خواهی کنم و کم کم رابطمون شروع شد خیلی بهش علاقه داشتم و با خودم میگفتم این کسیه که یک روز باهاش ازدواج میکنم تئاتر کار میکرد و منم موسیقی تئاتر میساختم و از این جهت هم رابطمون قوی تر شده بود هیچ کسی رو تا این اندازه دوست نداشتم اما یک چیزی که در مورد من وجود داره با اینکه ایدئولوژی کاملا مدرنی دارم اما من اگر یک نفر رو خیلی زیاد دوست داشته باشم خیلی غیرتی میشم و این موضوع رو اون موقع فهمیدم چون تا قبل از اون اینقدر عاشق نشده بودم خیلی می ترسیدم که اون شخص رو از دست بدم و چون خیلی خجالتیم روم نمیشد برم بهش بگم که من از اینکه از دستت بدم می ترسم برای همین انقدر دارم حسادت می کنم و غیرتی میشم به خاطر همین مسئله خیلی دعوامون می شد مثلا تنها اگه بیرون میرفت که قدم بزنه من دیوونه می شدم متاسفانه نتونستیم با هم ادامه بدیم و رابطمون به آخر رسید و من خیلی ناراحت بودم که دارم میرنجونمش بعد از فوت محسا امینی اعتراضات گستردهی شروع شد که در این بین شروین هاجیپور آهنگ برای رو خوند که برگرفته از توییت های مردم بود این موزیک ویدیو در فضای مجازی چنان مورد استقبال قرار گرفت که فقط در سه روز بیش از چهل میلیون بازدید پیدا کرد و همچنان هم در حال بازنشر است. مهر ماه 1401 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شروین حاجیپور به جهت تحریک عواطف و دامن زدن به آشوبها دستگیر شده با این حال دو روز بعد خبرگزاری برنا گزارش داد این خواننده بازداشت نشده و صرفا احضار شده و بابت تشویق به اختشاش به او تذکر داده شده اما کمند حاجیپور خواهر شروین روز 9 مهر ماه 1401 اطلاع داد برادرش بعد از احضار به پلیس فتا بازداشت شده و به اداره اطلاعات ساری منتقل شده کمند هاجیپور نوشت سلام دوستان عزیزم ممنون از همدلی و پیام های محبت آمیزتون که قطعا مایه دلگرمی ما بوده امروز نه مهر اداره اطلاعات ساری با والدینم تماس گرفتن و اطلاع دادن که شروین پیششون هست شروین هم یه تماس تلفنی به مادرم گفته حالش خوبه و جای نگرانی نیست در حال حاضر وکیل در حال پیگیری کارش هست باز هم سپاس فراوان از همگی محمد اصفهانی خواننده موسیقی پاپ و سنتی در واکنش به این بازداشت در اینستاگرامش از شروین به عنوان دوست و هنرجوی خود که در مسابقات عصر جدید با او آشنا شده بود یاد کرد و گفت شروین جوانی فوق العاده با استعداد، معصوم، خجالتی و با احساس بود و از خبر دستگیری او بسیار متأثر و غمگین شدم. در نهایت شروین با سپردن وسیقه تونست روز دوازده مهر 1401 آزاد بشه. اما آهنگ برای به یکی از پربازدیدترین آهنگ های دنیا تبدیل شده بود مجید کاوه وکیل این خواننده اعلام کرد شروین با دستور قضایی به مدت شش ماه از کشور ممنوع الخروج شده و دو اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز تفهیم شده شروین هاجیپور در سال 2023 برنده بهترین ترانه تاثیرگذار در تغییرات اجتماعی شد و جایزه گرمی را برد جیل بایدن بانوی اول آمریکا شروین حاجیپور را برنده این جایزه اعلام کرد ویدیویی از شروین در فضای مجازی دست به دست میشد که نشانگر واکنش و خوشحالی او به دریافت جایزه گرمی بود او پس از دریافت جایزه خطاب به مردم ایران نوشت ما بردیم حالا شروین در یک توییت نوشته عمیقا احساس میکنم که کارم با این دنیا تموم شده توییتی که بسیار قمنگیزه و باعث نگرانی و ناراحتی طرفداران او شده. شروین چند روز قبل هم عکسی منتشر کرده بود و نوشته بود بیرمق. بعد از این توییت خیلی ها برای شروین کامنت گذاشتن. مثلا وحید نوشته امیدوارم حواست به این باشه که کار دنیا باهات تموم نشده. یک نفر دیگه نوشته عمیقا احساس میکنم که بهار داره میاد اما ما صداشو میشنویم رفیق آخرین لحظه های قبل از طلوع خورشید همیشه تاریک ترن. ما مثل نور به سیاهی چیره میشیم. تموم میشه این شب تیره. خودتو نباس. نظر شما در مورد این هنرمند عزیز چیه؟ لطفا در قسمت کامنت ها بنویسید. یک ویدیو پیشنهادی هم روی صفحه مشاهده می کنید صحبت های جالب داریوش مهرجویی در مورد همسر اولشون و اینکه بعد از جدایی ایشون خیلی اذیت شدن و اینکه ایشون سه بار ازدواج کردن لطفا برای تماشای این ویدیو روی این تصویر کلیک کنید از شما عزیزان به خاطر لایک این ویدیو سپاسگزارم